امروز با این گندی که برخی زدن تو کاهش ارزش پول ملی ما و ریال و اینجوری به خاک سیاه نشوندن، ارزشش یک سوم و یک چهارم کردن، دلار گرون نشده، ریال داره ارزون میشه، برای همون همه چی داره گرون میشه، در واقع اونا سر جاشه، این داره میاد پایین. دستمزد کارگر شده یک سوم دستمزد جای دیگه. بعد مردم ما نگران دستمزد برانکو ایوانکوویچن. وقتی حواست به اینا کجا تا میخواد حواسا پرتشه، آخای دختره هر دیدی اومد تو خیابون داره میرقصه، پلیس رفته گرفته چپوندش تو ماشین. آره اینا بیا ببینم محملتم خوره، نگاه کنیم دختره چه شکلی میرقصه. رقص ندیدی جنبه؟ نه که ندیدیدم، نه که تو شبکه‌های اجتماعی هم نیستیدم. تا بازی تو آقا اون یارو که رو سرش کرده سر چوب جا رسته، اونم بلدن دیگه. تا هر ده روز یه بار، 15 روز یه دونه این داستان رو داره دیدی؟ یه آدمی یه مایه میشونم میگم برو اونجا باعث شروع کن شلوغش کن. تا دم انتخابات این خط این نشون همین فرمون میره. وای بی روسری در بیاریم والا. نه که الان مثلا من موندم الان مثلا همین حجابی که الان کله ملته حجابه، یه نیم وجب اینجا سار انقدر یه وجب بیرون یه وجب اینجا. خب چه مثلا اگه حجاب مثلا الان همینه مشکل همین شاله است؟ نه خوب میشه باش حواس پرت کرد. برای کدوم جامعه؟ برای جامعه که اکثر جوانش جمعیت جوانن و اکثریت جوان جمعیتی که مشکل ازدواج دارن و آمپرا همه چسبیده بالا. اینو بخوای قلقلکش بدی مسائل جنسی بگو خوشخوشکانش میشه. همینه دیگه. بعد نگران دستمزد فلان مربی فوتباله، دستمزد بابای خودش و دست بیکاری خودش رو نمیبینه. ما نگفتم اونو نبین، اونو تو درجه دهم ببین، اول خودتو ببین بیچاره که اینجوری مورد استعمار قرار نگیری. وقتی اهم و مهم توی جامعه عوض شد، وقتی اولویت ها تغییر پیدا کرد، همین میشه گفت هفتاب لگن هفت است شامونه ها. به جای اینکه این جوان بگه آقا بیا برای من شغل درست کن، کار پایا و پایدار درست کن که خودم پولدار بشم، شرط ازدواجم فراهم کن، مسکن برام بساز، وام خوب ازدواج بده که بتونم برم به اون دختر بگم که بیا وام خرید جهیزیه بده که خودم بتونم برم ازدواج بکنم. و در کنار این ازدواج یکی از مشکلاتی که از اون فرد حل خواهد شد مسئله جنسیشه، میاد میگه داداش اینا رو از من نخوا، اینا رو از من، اینا سخته، من حال و حوصله ندارم. کی بره سونا و استخوناشو نرم کنه؟ میخوای ردیف کنم تو خیابونه تیکت رو بدوزیم دختره به دیر ندن؟ بیانی برای ردیف کنم. باری کل آدم شما یاد حالا اینه دیگه. میخوای ردیف کنم مثلا تو خیابون کنارم برقصید؟ باری کل خب باشه دو ساعتم رقصیدیم، بالاخره ربات هم باشه باتریش تموم میشه، یه روغنکار بعد دو ساعت گشنه شدیم اینا چه خاکی تو سرمون کنیم؟ یه خونه زندگی نمیخوام تا 45 سالگی بعد بر دست ننه بابا باشم؟ بلش کن داداش اینا رو، بیا اینا برات ردیف کنم. این جز خر کردن چه معنی دیگه؟ ببخشید استعمار جسم و روح، استحمار خر کردن، حمار میاد چه معنی داره؟ وقتی دم انتخابات با پول میتونن شناسنامه بخرن، وقتی دم انتخابات با یه نهار دادن رأی عده این ور اون ور میشه، وقتی دم انتخابات با یه رأی با یه ترک و فارس کردن، کرد و عرب کردن، بلوچو نمیدونم غیر چی کردن، کلا این ور اون ور رأی میدن، وقتی با یه شیعه سنی کردن رأی جمع میکنن، برو از همونا بخوا کارتو درست کن. کجای کاریم ما؟